دعاء دعاء الاستفتاح الاستفتاح إن هو دعاء الدعاء حسكي الذي هر يستفتح مسلمان به نمضرب المسلم همون دعاء صلاته آغاز ويقوم بين مكنات وإن دعاء را تكبيرة در بين الإحرام تكبير وقراءة تحريم وقراءة سورة فاتحة خوانده می شود. فاتحة. از وقد پیامبر ثبت صلی عن الله علیه النبي و صلى سلم الله عليه چند دعای وسلم استفتاح العديد ثابت من شده است. أدعية از جمله آنها الاستفتاح قول منها پیامبر صلی الله قوله علیه و سلم است که سبحانك فرمودند اللهم سبحانك وبحمدك اللهم وتبارك وبحمدك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى ولا جدك إله ولا اله غيرك. غيرك. پروردگارا تو را از ناتوانی ها و ناشایستگی ها پاک و منزه می دانم و ستایش و سپاس تو را بیان می دارم و نام تو بزرگ و با برکت است و عظمت و بزرگی تو والا و ارجمند است و هیچ معبودی بر حق جز تو نیست. حدیث با روایت اصحاب سنن. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللهم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. بار الها من و گناهانم را اونچنین از من دور کن که بین مشرق و مغرب فاصله انداخته ای. بار الها اونچنان مرا از گناهانم پاک گردان که لباس سفید از ناپاکی ها پاک می شود. بار الها مرا از گناهانم با آب، برف و یخ بشویی. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و این دو دعا از پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ شده است که آن را در نمازهای فرضی می خواندند. و اینچنین از دعای استفتاح قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يدك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. من چهره خود را به سوی ذات می گردانم که آسمان ها و زمین را آفرید، در حالی که من از باطل روی گردان شده و به سوی حق آمده ام و از مشرکان نیستم. نماز، عبادت، زندگی و مرگم از آن پروردگار جهانیان است که شریک ندارد. فرمان گرفته ام که چنین کنم و من از فرمان برداران می باشم. پروردگارا توی پادشاه بجز تو معبودی بر حق وجود ندارد. تو پروردگار من استی و من بنده تو هستم. بر خودم ظلم کردم و به گناهم اعتراف نمودم. همه گناهانم را ببخش. همانا بجز تو کسی گناهم را نمی بخشد. بار الها مرا به نیکوترین اخلاق و خصلت های خوب رهنمون فرما. همانا جز تو کسی نیست که مرا به سوی آنها هدایت کند. بار الها خصلت های بد را از من دور گردان، زیرا جز تو کسی نیست که آنها را از من دور گرداند. من در بارگاهت حاضرم و برای طاعت از تو آمادم. هر گونه خیر و نیکی در اختیار توست. بدی را به سوی تو راهی نیست. بار الها من به لطف تو موجودم و به سوی تو روی گردانم. تو بسیار با برکت و برتر استی. از تو طلب مغفرت گناهم را می خواهم و در بارگاه تو توبه میکنم. حدیث با روایت امام مسلم. این دعای بالا را پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازهای تهجد میخواندند و همچنین باز چنین دعا میکردند اللهم ربنا لك الحمد انت قیوم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك حق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت واليك توكلت واليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني لا اله الا انت. پروردگارا تمام تعریف ها از آن توست، محافظ زمین و آسمان و آنچه که در میان آنها وجود دارد. تو هستی فقط، تو شایسته حمد و ثنای. پروردگار زمین و آسمان ها
و آنچه در میانشان وجود دارد تو هستی. روشنی آسمان ها و زمین و آنچه که میانشان وجود دارد تو هستی. حمد شایسته توست، تو بر حقی و سخنهایت حق است و وعده هایت حق است. ملاقات تو حق است، بهشت تو حق است، دوزخ تو حق است و قیامت حق است. پروردگارا تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و به سوی تو رو آوردم و به کمک تو با دشمنان مقابله و مبارزه نمودم و تو را حکم قرار دادم. پس گناهان اول و آخر و آشکار و پنهان مرا ببخش و آنچه تو در رابطه با آن از من آگاه‌تری، معبودی بر حق جز تو وجود ندارد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. برادران عزیز، پس بر ما بهتر آن است که این دعاهای دراز را در نمازهای تهجد بخوانیم.